از خلقت آدم تا برپا شدن قیامت هیچ مخلوق بزرگتر از آن از منظر قدرت، از منظر فتنه و فساد در روی زمین هست نشده است. او هر زبانه می داند، با او مجموعه از شیاطین است که با مردم سخن می گوید. آسمان را می گوید ببار، فوراً می بارد. شخصی را از وسط بدونیم می کنه، بعد اشاره می کنه و دوباره پس زنده می شه. با خود یک پیام دارد و او این که من خدای برتر شما هستم. دجال کیست؟ چی می خواه؟ چی زمان بیرون می شه؟ محل بیرون شدنش کجاست؟ فتنه و فسادی که در روی زمین برپا می کنه، چه کسایی از او پیروی می کنه و سرانجام کار و کجا می کشه؟ در این برنامه بیننده باشه. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز، در برنامه حاضر در ارتباط با دجال صحبت میکنیم. قبل از اینکه بپردازیم در ارتباط به نشانه ها و صفاتی که دجال داره، بیاین که درنگ داشته باشیم در ارتباط با خود معنای لغوی مسیح دجال. مراد از مسیح چی است که با اسم دجال و با نام حضرت عیسی مسیح علیه السلام ذکر میشه؟ ابو عبدالله قرطبی 23 واژه و قاموسنامه 50 واژه و معانی را از معنای مسیح بیرون کرده است. مسیح بر لفظ صدیق، بر انسان بسیار راستکار، درستکار، از صیغه مبالغه گرفته شده است دلالت میکنه و بر لفظ انسان کذاب دلالت داره بر دروغگویی، هیله و نیرنگی که مثل مانندش نباشد. پس مسیح هم در ارتباط به حضرت عیسی مسیح که صادق ترین است، درست کار ترین است و همچنان بر ضد آن دجال نیز به کار رفته است. و فرهنگ ده خدا دجال را به معنای انسان بسیار دروغگو و نیرنگ باز گرفته است، کسی که یک چشمش کور است و ابرو ندارد. هر دو، هم عیسی مسیح و هم مسیح دجال، با خود نشانه هایی داره. حضرت عیسی مسیح قسمی که ما در قرآن میخوانیم، الله متعال به او معجزات عطا کرده بود، از قبیل این که فردی که کور مادرزاد است و فردی که ناشنوا است برای شنوایی و بینایی میداد به اذن و اجازت الله متعال. مرده را زنده میکرد و در گل میدمید، گل به شکل پرنده میساخت و در آن میدمید و حیات پیدا میکرد. الله متعال به دجال نیز قدرت های عطا کرده است. از آن جمله یکی این است که به ابر اشاره میکنه و ابر میآید و بعد میگوید ببار و میباره. و همچنان دجال فرد مشخص شده ای را از وسط بدونیم میکنه و اشاره میکنه دوباره حیات پیدا میکنه. و همچنان پدر و مادر فردی که از دنیا رفته است به گورستان میره اشاره میکنه و اونا از قبر بلند میشن و به فرزند خود میگوین که دجال پروردگار شماست. و این در حال است که رسول الله صلی الله علیه وسلم مهربانی میکنن که این دو شیطانان است که تمثیل میکنن. تمثیل چی را میکنن؟ تمثیل پدر مادر این شخص را که در واقع وفات کرده است. و بی جهت نیست که دجال بر وزن فعال از صیغه مبالغه گرفته شده است. انسان دروغگو، حیله‌باز، نیرنگ‌باز که مثل مانندش در روی زمین قبلا خلق نشده است. چرا او را دجال میگویند؟ به این سبب است که حق را با باطل میپوشاند و بسیار دروغگو و حیله‌گر است. و اما صفاتی که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بر دجال ذکر شده است، بیاین که به یک تعداد آن بپردازیم. در صحیح بخاری در باب مسیح الدجال حدیث 3441 و در مسلم در باب الدجال حدیث 447 روایت از رسول الله صلی الله علیه و سلم منقول است.
رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند. یک شب در خواب کعبه را طواف میکردم، بناهگاه مردی را دیدم، قوی هیکل، درشت اندام، قرمز رنگ، یعنی چهرهش سرخ رنگ و موهای در هم پیچیده و خیلی زیاد و همچنان چشم راستش کور بود. حتی اون چشمش از قسمت از حدقه و از کاسه چشم از کاسه سرش جدا شده بود و به مثل دانه انگور به نظر می رسید. پرسیدم کیست؟ گفتن دجال. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میاره که صحیح بخاری در کتاب الفتن باب الدجال ذکرش میکنه، حدیث 34-39. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که دجال از چشم راست کور است و بدانیم که خدای شما کور نیست. دجال از چشم راست کور است و چشم راستش از حدقش بیرون یا جدا شده است و بدانیم پروردگار شما کور نیست. ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میاره که مسلم آن را در کتاب الفتن اشراط الساعه در باب مسیح الدجال ذکر میکنه. حدیث شماره 75-71 است. رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنن که دجال چشمش کور است، موهای زیاد داره و با خود بهشت و جهنم داره، با خود آب و آتش داره. آگاه باشید، هر کس که بهشت را انتخاب کرد در آن زمان گویا خود را به آتش افکنده است و هر کس جهنم یا آتش را انتخاب کرد گویا آب گوارایی را انتخاب کرده است. عباده ابن صامت از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایتی داره که حدیث 43-22 است و سنن ترمذی این روایت میاره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنن که من برای شما از دجال سخن گفتم و ترسیدم مبادا سخن درست نفهمیده باشید. بدانید که دجال یک چشمش کور است، مرد قد کوتاه مصیبت زده است و با خود بهشت و جهنم می‌دارد. و اگر در شناخت او اشتباه کردید بدانید که پروردگار شما کور نیست. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میاره که بخاری آن را در کتاب الفتن باب الدجال حدیث 71-31 میره. رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنن که هیچ پیامبری مبعوث نشده مگر این که امتیانش از آمدن این مرد کور کذاب دروغگو هشدار داده است. شما از شر آن به الله پناه ببرید و متوجه باشید که پروردگار شما کور نیست و الدجال کور است و در میان دو چشمش نوشته است کافر. در روایت دیگه در واقع آمده است که این کلمات کافر جدا جدا نوشته است. رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند که افراد با ایمان مؤمنین این کلمه را چی با سواد و چی بی سواد میتونن بخوانند. عمران ابن حسین روایت می از رسول الله صلی الله علیه و سلم که مسلم آن را در کتاب الفتن حدیث 75-82 میاره. رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنن که هیچ فتنه و هیچ مخلوق بزرگتر از دجال از وقت خلقت آدم علیه السلام تا برپایی قیامت خلق نشده است. مرد جوان که کمتر از 25 سال عمر دارد، قد کوتاه، قوی هیکل، قسمت سینه های پاش به هم نزدیک است و پاشنه های پایش از هم دور است، موهای زیاد و پیچیده ای دارد، چهره در هم کشیده و درشت اندامی دارد، گلویش عریض است، در میان دو چشمش نوشته است کافر و همچنان عقیم است، یعنی هیچ زمان اولاد دار نمیشه. و اما در ارتباط به مکان خروج دجال، دوستان عزیز، بدون شک با استناد به مجموعه از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که بعدا ذکر میشه، دجال از یهودی های اصفهان است که از مشرق زمین که همان طور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اشارت میکنن بیرون میشه. از او عجم ها، ترک ها و عرب های بادیه نشین یا عرب های که عقبگرا هستند و در واقع علمشان مغلوب جهلشان شده است متابعت و پیروی میکنن.
فاطمه بنت قیس روایتی داره که مشهور به حدیث اجساسه است. مسلم آن را در کتاب الفتن باب اشراط ساعه حدیث 75 73 ذکر میکنه. یکی از نکاتی که در اون حدیث اشاره میشه، فاطمه بنت قیس مهربانی میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که دجال از سمت مشرق زمین بیرون میشه. ترمیزی روایت میاره از حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حدیث 2401 که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود دجال از سرزمین بیرون میشه که با او خراسان میگن. ان الدجال يخرج من ارضی یقال له خراسان، او که ما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. انس ابن مالک روایت داره که مسلم در حدیث اجساس ذکر میکنش 75 79 شماره حدیث است. رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنن که دجال از مشرق زمین خروج میکنه و از او 70,000 یهودی های از اصفهان متابعت و پیروی میکنن. با استناد به این روایت مجموعه از علما نیز به این استناد دارن که شک نیست که دجال از مشرق زمین بیرون میشه. ابن حجر مهربانی میکنن که قطعا دجال از مشرق بیرون خواهد شد. ابن کثیر ابتدای ظهور دجال را از مشرق زمین از یهودی های اصفهان میداند. ابو امامه روایتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر میکنه که ابن ماجه در شماره حدیث 42:10 در کتاب الفتن میارش. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود دجال چون بیرون میشه همه مردم دعوت میکنه تا اینکه به نزد اعراب میرسه. بادیانشین از او میپرسه که ما به تو ایمان نمیارم، تو کی هستی؟ میما پروردگار دستم. میگوید اگر پروردگار مستی به فلان قبرستان برو مادر و پدرم زنده کن. دجال میگه این کار بر من آسان است و به امان قبرستان که اشارت کرده است دجال داخل میشه. بعد ندا میکنه اسم پدر مادر این شخص میبره، اونا فورا از قبر بیرون میشن و میگوین فرزندکم از این کسی که میبینی اطاعت کن. پرسان میکنه او کیست؟ میگوید پروردگار توست، خالقی که هستی را هست کرده است. دجال در روی زمین 40 روز خواهد بود. روز اولش به اندازه 1 سال است، روز دومش به اندازه 1 ماه است، روز سیومش به اندازه 1 هفته است و روزهای بعدیش به مثل اون روزهایی است که ما زندگی میکنیم، یعنی 24 ساعت روزهای معمولی. تمام شهرها را داخل میشه و در هر شهری که پا میگذاره جز تباهی و بربادی چیزی به بار نمیره. به غیر از 2 شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم اشارت میکرد که در روایتی که فاطمه بنت قیس آن را آورده و مسلم در کتابش ذکر کرده است که شرحش قبلا گذشت که هذه طیبه هذه طیبه هذه طیبه و وارد مکه و مدینه شده نمیتونه. روایت دیگه هم آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنه که در 4 مسجد داخل شده نمیتونه: مسجد تور، مسجد اقصا، مسجد نبوی و مسجد الحرام. وارد این 4 مسجد شده نمیتونه. پس تمام این مواردی که ذکر شد دوستان عزیز در ارتباط با مشخصات دجال بود. معنای خود دجال و همچنان احادیث که در باب دجال ذکر شده است و گذشته از اون قدرت و توانی هایی که داره. وقتی اینکه کلیپ طولانی نشه، در برنامه بعد دجال دست به چی کارهایی میزنه، چی کسایی را جذب خودش میکنه و جنگش با مسلمانان چگونه است، دعوتش از کجا آغاز میشه، چی کسهایی به امرای او است و همچنان جنگ ها و درگیری های دیگه ای کس، حضرت مسیح چگونه دجال به قتل میرسانه، حضرت مسیح چی زمانی از آسمان نزول میکنه، شما کلیپ بعدی را حتما دنبال کنین و چینل را سابسکرایب کنین و اون زنگوله را افشار بدین بابت اینکه ویدیوهای بعدی نیز شما مستفیض شوین. و اگر سوالاتی دارین ذکر کنین که در کلیپ بعدی انشاءالله با پاسخش بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.